سلام، اینها پیام های صوتی هست که برای جمهوری بیخدایان فرستاده شده. اگه شما هم میخواین که پیام صوتی شما رو پخش بکنیم، از لینک توی دیسکریپشن یا توی کپشن ویدیو هامون استفاده کنید و پیام خودتون رو برای ما بفرستین و ما رو کانال یوتیوبمون و شاید جاهای دیگه پخش بکنیم. من یه بیخدای بلوچم و امیدوارم که تنها بیخدای بلوچ تو ایران نباشم. امیدوارم تعدادمون بیشتر از این حرفا بشه. هدف از این که بهت پیام دادم این بود که یه سری اتفاقات وحشتناک بین ما بلوچا میفته که شاید کمتر کسی بدونه. به نظرم تریبون تو خیلی جای مناسبی میتونه باشه که این اطلاع رسانی بشه، مثل اینکه بردهداری هست هنوز، اینکه حالا کشت و کشتار قبیله‌ای هست هنوز بین بلوچ‌ها، اینکه چند همسری هست، یعنی فکر نکنم تو بقیه جاهای ایران باشه ولی اینجا هست، و اینکه کودک همسری هست و اینکه بچه های خیلی کوچیک کار میکنن. حالا کارشون هم اینه که کاری نیست در حقیقت اینجا، چون فقیرن و فقرا، این باید برن تو آشغالا بگردن، بعد آشغالا رو تفکیک کنن، بعد بفروشن تا یک پولی گیرشون بیاد بتونن زنده بمونن، که خیلی وحشتناکه. و حالا اینکه مولوی عبدالحمید راجع به این اتفاقات اخیر مردم زاهدان چجوری میبیننش و اینکه حالا چجور آدمی میتونه باشه از دیدگاه اینکه ماهایی که تو خود زاهدان زندگی میکنیم و باهاش مستقیما در ارتباطیم، و اینکه یک آتئیست اصلا چجوری میتونه تو جامعه بلوچ زندگی کنه، آیا مشکلی ندارن، چه جوریه، کلن یه سری چیزا هست به نظرم میتونه اطلاع رسانی بشه و جذابم هست برای خود من و دردناک. ممنونم ازت که کلی هر روز محتوا تولید میکنی و باعث انتشار خرد بین ما میشی. بله، ما خیلی ممنون میشیم اگه برای ما هر چندگاهی یه سری اطلاعاتی بفرستین که برای آگاهی سازی هم اتفاقا خیلی مفیده. ممنون. سلام آرمین جان، خیلی برنامه جالبه، خوشم میاد از برنامه جمهوری بی خدایان. من یکی از پرپاخورسترین طرفدارای شما هستم، من خانوادم، ولی برنامه که گذاشته بودید در رابطه با همبستگی بود گویا، بعد یه انتقادی من حقیقتا داشتم نسبت به برنامه. من معتقدم نقد خوبه ولی نقد منصفانه باید بشه. آقای آزاد اون شب اولا انگار که در مدرسه رفاه بود، بالای مدرسه رفاه مثل خود خمینی سخنرانی میکرد بر علیه خاندان پهلوی و نقدش غیر منصفانه بود و کلمات و الفاظی رو به کار میبرد که واقعا تو شأن یک نفر فرهیخته نیست. ما انتقاد بکنیم، نقد بکنیم، طوری هم نیست، نقد منصفانه باشه، رادیکال نباشه. همون پسفندهای دوران سال 57 رو بخوام دوباره ایراد بکنیم از نظر ایدئولوژی، حالا یا چپ یا راست یا میانه. من از برنامه‌تون خیلی خیلی سپاسگزارم و امیدوارم که افرادی تریبون بدید که واقعا نقد منصفانه بکنن، ما یه چیزی رو یاد بگیریم حداقل. از شما هم بسیار سپاسگزارم، ممنون میشم، قربان شما. ممنون. البته من به نظرم بهتره که خیلی محتاطانه درباره نقدا رفتار نکنیم. ما باید خیلی بیرحمانه نقد بکنیم، حتی کسایی هم که ما خیلی دوستشون داریم و میپذیریم، یه فضایی رو فراهم بکنیم که نقدها شدید باشه، رادیکال باشه، بیرحمانه باشه. برای اینکه اگه خیلی محتاطانه رفتار بکنیم سرعت پیشرفتمون کم میشه. هرچی نقدها شدیدتر باشه ما سریعتر پیشرفت میکنیم، به خاطر اینکه توی یک فضایی که انقدر نقدها شدید و بیرحمانه هست، اون افکاری و اون ارزش‌های بقا پیدا میکنه که قدرت مقابله با این حملات رو داره. برای همین اشکال نداره حتی اگه نقدایی هم باشه ما قبول نداریم و فکر میکنیم غیر منصفانه است، بذاریم توی این فضا باشه. اگه یک طرز فکری، یک بیانی، یک
یک نوع نگرشی درست باشه، باید قابلیت دوام رو در مقابل این همه حمله رو داشته باشه. شاهزاده چرا میخواهند به ایران برگردند؟ اگر من به جای شاهزاده بودم هرگز به ایران بر نمیگشتم. پدرم تعریف میکرد وقتی رضا شاه مجبور به ترک وطن شد، این ملت به جای جنگیدن با انگلیس برای حفظ پادشاهشان در مساجد شیرینی پخش کردند. وقتی شاهنشاه آریامهر مجبور به ترک ایران گردید، این ملت در خیابانها به رقص پرداختند و در مسجدها شربت شیرینی پخش کردند. این ملت وفا ندارند. چرا شاهزاده میخواهند برگردند؟ به نظر من این حرفی که شما دارید میزنید یک جوری تعمیم به کل هست. مگه این کارهایی که شما میگین بعضیا کردن، مگه همه جامعه این کارو کرده؟ بعدش هم حتی اگه همه جامعه هم این کارو کرده، اون خب مال نسل قبل بود، نسل جدید چه گناهی کرده؟ سلام آرمی جان، روزت بخیر. من در کل خیلی برنامه مفیدی دیدم برنامه‌تون رو. صحبت‌های آزاد فارسانی خوب بود، فقط یک مقدار با حرارت و با یک مقدار توهین صحبت کرد که نباید. به نظر من با شاهزاده، در مورد شاهزاده آدم اینطور صحبت کنه. امیدوارم که برنامه‌تون همینجور ادامه داشته باشه و من هم بتونم بیشتر در خدمت باشم. خب من برام سواله، چرا با حرارت و حتی یه مقدار با توهین نباید صحبت بکنی؟ یه مقدار به نظرم از این حساسیت ها ما باید بگذاریم. الان به نظر من اتفاقا جامعه قابلیت پیشرفتی داره که این تعارف ها رو نداشته باشه، یه مقدار محدودیت برای لحن بیان و اینا نداشته باشه، یه مقدار یه سری آدمایی رو که برامون عزیز هستن و دور و برشون دیوار نکشیم. اتفاقا این نشون میده اگه که یه کسی واقعا اینقدر مهمه، یه سیاست مدار یا یه فعال سیاسی یا یک رهبر، هر کسی، وقتی یه جامعه خیلی راحت میتونه بپذیره توهین به این شخص یا اینکه خیلی با شدت با حرارت علیهش صحبت کرده، وقتی یه جامعه به این حساسیت نشون نده و اینو بپذیره، این اتفاقا نشون یک معیار خوبی برای اینه که نشون بدیم که چقدر این جامعه پیشرفت کرده. ببین ما وقتی که مثلا کشورهای دیگر رو میخوایم بیام نشون بدیم که چقدر پیشرفت کرده، میگیم ببینید چه جوری با چه لحنی علیه رئیس جمهورشون صحبت میکنن و هیچ کسی هم مشکلی با این نداره. خب پس بذاریم ما هم به اون بلوغ سیاسی برسیم دیگه، به اون بلوغ فرهنگی برسیم که اینو بپذیریم. اینقدر نیایم بیایم لحن بیان رو هی بیایم پلیس بکنیم، بگیم اینجوری بگو اونجوری نگو. سلام آرمین عزیزم، حالا چطوره؟ دمت گرم بابت همه برنامه‌ات، مخصوصا ریاکشنی که به موزیک ویدیو شاه شاهین نجفی رفتی. ببین آرمین جان، اون قسمتی که میگه تبیدی توده یه حزب باد این مملکت چند تا رضا میخواد خیلی مشخصه. من نمیدونم حالا دوستان چرا زیاد قضیه رو پیچیدهش میکردن. ببین دقیقا ریفر میده به اون قسمت اولی که میگه من سیلی تو گوش مدرسم، من تاریخ بچه رضا میه داره، میگه که ای توده یه مثلا تبعیدی و حزب باد این مملکت چند تا رضا میخواد. یعنی که داره ازش سوال میکنه که یه دونه رضا که گذای زیر گوش مدرس، یه رضا هم باید بیا بخوابونه زیر گوش تو، لابد یه رضا هم باید باشه، یکی دوتا دیگه رضا هم باشه که مثلا بذار زیر گوش بقیه وطن فروشا. یعنی در واقع این ادامه اون ورسیه که در واقع ادامه اون دو سه بیت قبلیه که به اصطلاح گفته بود که مسیری تو گوش مدرسن. سوالی داره مطرح میکنه، میگه این مملکت چند تا رضا میخواد، داره سوال میکنه، نه اینکه مثلا رضا پهلوی مثلا رضا شاه دومه یا هرچی. خیلی مخلصه من زیاد تداشم. مرسی، خیلی ممنون. البته ما به این تو برنامه اشاره کردیم دقیقا به همه چیزی که گفتی، به این مردک آرمین جان. سلام، من مریم هستم از دانمارک. به این مردک مزخرف بگو که تویی که میای میگی ایرانی ها و زمان دوران سامانیان رو مثال میزنی، کدوم ایرانی که حتی همون ناشنالیستا و حتی همون کسایی که به تاریخ ایران افتخار میکنن
نمیگن که ما برگردیم به اون زمان و مثل دوران اون زمان زندگی کنیم و بر اصل سیره و روش اون زمان زندگی کنیم. این شما این که میگین بر اساس محمد و علی و حسن و حسین که به قول خودتون تو جنگ بنی قریظه جنگ بود، حالا یا هر چی بود، توی بنی قریظه 700 نفر رو گردن زدن و دست علی خسته شد، این شما این که میگین ما باید برگردیم به سیره محمد زندگی کنیم. ایرانی ها هرگز نمیگن ما برگردیم به اون زمان. درسته که به این تاریخشون افتخار میکنن، ولی الان سال 2023 گذشت اون زمان. حرفاتو قبول دارم مریم، فقط این که یه مقدار تعمیم به کل نده، چون که بالاخره شما استثناء هم پیدا میکنین، ایرانی هایی هستن که ممکنه بخوان برگردن به عقب، ولی درسته اکثرا اینجوری نیست. آقای نوابی سلام عرض کردم خدمتون. من گاهگداری براتون برنامه‌تون رو دنبال میکنم، حالا به خصوص در رابطه با بحث این همبستگی و به خصوص شخص آقای رضا پهلوی. ببینین این که حالا براتون دوستان بیان یا من و شما بیان بگیم که خب مثلا آقای رضا پهلوی یا بقیه خب اگر فراخوان بدن ممکنه که اینجوری بشه، اگر فراخوان ندن ممکنه اینجوری بشه، خب حالا چیکار باید بکنن چیکار نباید بکنن. ببینید من تقریبا حالا حداقل از 3-4 سال پیش شایدم حالا بخورده بیشتر یک جایی به این پرسش رسیدم که خب بسیار خوب، آقای رضا پهلوی پشتوانه بالاخره پدر و پدر بزرگشون رو داشتن به عنوان یک پوان مثبت، حالا من میتونم به این صورت بگم، و حالا شاید پشتوانی مالی هم حالا درسته که به صورت ثروت شخصشون بوده، ولی خب به صورت پشتوانی مالی هم در یه حد و حدودی که بتونن یک حرکت منسجمی رو راه بندازن رو هم داشتن. توجه داشته باشیم ایشون تحصیلات آکادمیکشون هم حالا علوم سیاسی هست اونجایی که حالا من خبر دارم، به ادعای خودشون هم در تمام این مدت حالا این 43-44 سال، یه 34 سال اولش هم که بذاریم کنار، 40 سال اخیر به قول خودشون بر صورت در عرصه سیاسی بودن و فعالیت میکردن. ما باید از کسی که حالا این پشتوانه ها رو داشته، تحصیلات آکادمیک رو هم داشته، با تمام حرکات و جنبش ها و انقلاب های سراسر به اصطلاح دنیا کامل این آشنایی رو داشته، ما باید سوال بکنیم که خب بسیار خوب، شما نتیجه و دستاورد تمام این برصورت اطلاعات آکادمیک و به قول خودتون تجربه 40 سال کار سیاسی، کارنامتون چیه؟ حالا یا از خودشون سوال کنیم یا خودمون برصورت سوال کنیم بریم ببینیم داستان چی بوده. من به شخصه به نظرم میاد که کارنامه ایشون حالا خیلی کارنامه ضعیفیه. ایشون میگم به عنوان اینکه با صورت آکادمیک آشنایی دارن با مسائل بشرت سیاسی و با جنبش ها و با طرق مختلف براندازی رژیم های مختلف و با این تجربه، باید در این 40 سال قادر می بودن که یک شبکه حالا منسجم یا نیمه منسجمی رو حالا هم در خارج از کشور و هم در داخل کشور راه اندازی بکنن. ایشون هستن که قاعدتا باید بهتر از من و شما و این دوستانی که میان و برصورت میگن که حالا فراخوان بده یا فراخوان نده
حالا مثل خود ما که آقا حالا این کارو بکنه اینجوری میشه، اینجوری مردم اینجوری میگن، اون کارو نکنه اونجوری میگن. ما نباید بشینیم با تصور خودمون بگیم که حالا بعد این کارو بکنه اون کارو بکنه. ایشون باید خودشون راهکار داشته باشن، باید راهکار داشتن. شما برین در تمام برصورت طالب این مصاحبه هایی که ایشون در یکی دو دهه اخیر حالا حداقل داشتن برین ببینین. حالا مثلا بر فرض جایی در تلویزیونی نشستن صحبت کردن که بله ما با مردم برصورت در ارتباط هستیم، گروه هایی هستن که در داخل منطقه، ما نمیتونیم اینجا پشت تریبون بگیم فلان. خب این وقتی که هیچ ثمره این این من الان توی نگاه بکنیم توی کارنامه آقای رضا پهلوی هم نقد های خیلی وارد هست، هم این قسمت های خیلی مثال خیلی زیادی وجود داره از کاری که ایشون کردن و خیلی هم خوب بوده. حالا اینکه کدومش بیشتره رو ما میتونیم ساعت ها بشیم دربارش بحث بکنیم. من خودم و شخصا خیلی چیزهای مثبتی از ایشون دیدم، ولی نقد های شدیدی هم بهشون دارم. ولی موضوع اینه که اینکه من بیام تعیین بکنم یا شما بیاین تعیین بکنین، اینا من یه نفرم شما هم یه نفرید. موضوع اینه که بر اساس تمام اطلاعاتی که ما داریم مردم ایران یه قشر زیادشون یا و با اختلاف زیادی از هر کس دیگه ایشون رو قبول دارن. یعنی ما به جای اینکه بیایم باید میتونیم تئوری بدیم که ایشون خوب هستن یا خوب نیستن، ولی در عمل باید بیا ببینیم که واقعیت چیه. واقعیت اینه که برای ایجاد وحدت کسی بهتری از آقای رضا پهلوی رو ما نداریم، با توجه به محبوبیت و مقبولیتی که ایشون دارن بر اساس تمام آمارهایی که گرفته میشه و تمام مشاهداتی که داره میشه، با کسی رو نداریم که اصلا قابل مقایسه باشه، با فاصله بسیار زیادی. یعنی بقیه هم البته بودن و کاراشون هم خیلی با ارزش هست، ولی اگه احتیاج داشته باشیم به یک کسی که بتونه مردم رو جمع بکنه زیر یک پرچم، ایشون هستن. برای همین اگه ما یک همچین سرمایه سیاسی رو اگه کنار بذاریم به خودمون ضربه زدیم. در حال حاضر وضعیت اینجوریه. سلام آرمین جان، مرسی از این راه ارتباطی خوبی که گذاشتی. من یه سوژه میخواستم پیشنهاد بدم، فکر کنم برنامه خوبی میشه راجبش ساخت، راجب ختنه. که حالا ختنه رو میدونی که هم ختنه برای خانوم ها انجام میشه هم آقایون، که ما رو خانوماش دیگه خیلی وقته که ثابت شده که خیلی چیز غیر انسانیه و کلا اصلا خیلی جا ممنوعه، کاملا حتی کشور اسلامی هم ممنوعه خیلی جا. بعد ولی ختنه آقایون خیلی داستان داره. یکی این که یه جور چیز دیگه کودک آزاریه، تجاوز به حقوق کودکه. یعنی مثلا بدون اجازه یه نفر مثلا برن اون اندام جنسیشو مثلا تیغ بزنن بهش و اینا خیلی چیز عجیب غریبیه. یعنی اون بعد مثلا بزرگ شه بعد خودش تصمیم بگیره مثلا میخواد هم چی کاری کنه یا نه. بعد حالا از نظر پزشکی و اینا هم بعضن یه سری چیزا میگن که مثلا اگر درست انجام شه ممکنه یه فوایدی داشته باشه، ولی خب خیلی اعتباری نمیدونم، بعد اعتبار سنجی بشه از دیدگاه پزشکی. ولی جالب اینجا بود که توی همین تلویزیون جمهوری اسلامی یک پزشکی اومده بود توی تلویزیون و میگفتش که ختنه غیر اصولی یکی از عوامل فروپاشی خانواده هاست، به خاطر اینکه چیز میشه، باعث زود انزالی میشه اگه مثلا زیاد بردارن اون بوستر رو، و این مثلا این روابط جنسی زوجا رو به هم میزنه و فلان. خیلی چیز میکرد، گفتش که خیلی من این مورد رو دیدم مثلا تو مراجعینم و اینا. بعد دیگه از نظر روحی هم واقعا چیز واقعا میتونه خیلی آسیب زننده باشه دیگه. من خودم خیلی کوچیک بودم ختنه کردم، ولی همش قفلی این بودم که مثلا انگار این درست ختنه نکرده، مثلا حس میکردم مثلا چه بودم یه وسواسی گرفته بودم که انگار درست انجام نشده. بعد انگار مثلا گیر دادم سر این موضوع که مامانم مثلا دوباره منو برد دکتر که مثلا نگاه کنه درست انجام شده یا نه. یعنی کلا تو مدت ها ذهنم درگیر این بود که آقا مثلا انگار یه بلایی سرم اومده. بعضم چیز جذابی، حالا مثلا اگه بتونن هم از نظر فقهی و هم از نظر پزشکی و اینا میشه محتوای خوبی تولید کرد، برنامه جذابی باید بشه. دمت گرم، مرسی از زحمات شما و تیمتون.
ختنه پسرها یکی از بزرگترین جنایت هایی که الان داره انجام میشه، به طور خیلی هم رواج داره و این یکی از بزرگترین نقض حقوق بشر. این شکنجه است، شکنجه است. بچه ها رو، نوزادا رو بدون ضد درد دارن با چاقو آلت تناسلیش رو شکنجه میدن. بعضی ها میگن خب یادت نمیمونه، این واقعا مزخرف این حرف. من اگه بیام شما رو شکنجه بکنم و یک درد شدیدی به شما بدم و بعد بهتون یه قرص فراموشی بدم، یه جوری بتونم یه کاری بکنم که شما یادتون نمونه، در هر صورت اون در اون زمان دارم شما رو دارم شکنجه میدادم و این واقعا بچه آزاریه. بدون اجازه ما یه کسی رو بدنش رو یه قسمتی از بدنش رو کندیم، یه اصلا وحشتناکه، وحشتناکه. حالا حتی میدونم خیلی مشکلاتی هم برای خیلی ایجاد میکنه، ولی حتی بدون اون مشکلات هم شما دارین یه نفر شکنجه میدید. و تمام کسایی هم که میگن که این توجیه پزشکی و اینا داره، اینا مزخرف محض. تمام تحقیقاتی که داریم نشون میده که هیچ سودی نداره مگر برای یه قشر خیلی خیلی درصد کمی از نوزادا که یه مشکلاتی دارن که این رو حل میکنه، ولی اینا خیلی خیلی استثنائیه، برای بقیه سودی، هیچ سودی نداره. ما تو برنامه انگلیسیمون متخصص آوردیم و اینا رو تک تکش رو برامون، تمام این تحقیقا رو برامون ریزرزش رو در آورده متخصصی که خودش هم تو این موضوع تمرکز داره و فعالیت میکنه. یکی این ختنه دخترها روی خیلی چیز بدتریه برای یک دختر، خب، ولی تعداد ختنه‌ای که برای پسر میکنیم به شدت بیشتره در جهان و از لحاظ تعداد این بزرگ جنایت بسیار بزرگتریه، بسیار بزرگتر، بسیار بیشتر رواج داره و خیلی جا هم کاملا عادی سازی شده. شما با یک بچه هر قسمت دیگه از بدنش رو بخوای کارت بزنی که واقعا تمام جامعه میریزه به هم. شما فرق کن نوزاد و هر جای بدنش رو بخوای کارت بزنی بدون اینکه هیچ سودی داشته باشه، واقعا نگاه کنید که چقدر جامعه عقب افتاده اینو میبینه یا اینکه بهش حمله میکنه. ولی به آلت تناسلی من یه قسمتی از انگشتشو بخوام بزنم، یه قسمتی از لاله گوششو بخوام بزنم، یه قسمتی از انگشت پاشو بخوام بزنم، چه حمله ای به من، به هر کسی خواهد شد، به اون دکتری که این کارو بکنه. ولی یه دفعه با آلت تناسلی که میرسه این عادی سازی شده و هیچ دلیل غیر دینی هم نداره. هر کسی هم اینو به شما بگه مزخرفه. اگه بگن که نه این به خاطر دین نیست، این سودو داره، گوه خورده هر کی همچین حرفی میزنه. این فقط به خاطر دین این رواج پیدا کرده. حتی اگه آتئیستا و سکولاریستایی هم که این کارو میکنن فکر میکنن دلایل غیر دینی دارن، نه، شما این رو از ادیان ابراهیمی به ارث بردید و این یه فاجعه است و باید ریشه کن بشه. باید هر کسی که این کارو میکنه با بچهش مجرمه. هر دکتری که این کارو با یه بچه یه کسی دیگه میکنه باید گواهیش و همه چیش ازش گرفته بشه و باید زندان بره. این جرمه، این یک جرم علیه بشریت. و همین الان که ما داریم صحبت میکنیم دارن بچه ها رو در سر خیلی جاهای دنیا دارن شکنجه میکنن و هیچ کسی هم جلوی اینو نمیگیره. این واقعا یه فاجعه است. با درود به آرمین عزیز، خیلی ممنون بابت برنامه‌ای که پخش میکنیم. ما هم تقریبا هفته دو سه بار میبینیم برنامه تا اگر وقت داشته باشیم. من خواستم به این پیغام بدم که حرفات خیلی عالیه، طرز فکر خیلی خوبه، واقعا نشون داده که انسانیت داری و از انسانیت خیلی چیزا حالیت میشه به قول معروف و خیلی خوب حرف میزنی انصافا. اینه من خواستم همین دارم بهت بگم بدون تعارف، اصلا تعارف هم ندارم اینجا. اونتا خواستم یه چیزی بهت بگم عزیز، اونم اینه که منم مثل تو فکر میکنم و البته خوب ممکنه درکمون خیلی متفاوت باشه، بالاخره تو هم یه انسان هستی، منم یه انسانم، ولی طرز فکر ممکنه شیبه های مختلفی داشته باشیم برای فهمیدن یه چیزی. هر انسانی خود طبیعتا فکرش فرق میکنه. ولی خواستم ازت خیلی تشکر کنم بابت برنامه‌ای که می‌ذاری و واقعا نشون میده که انسانی که اساسا نه به ملیت اعتقاد داره، نه به نژاد و نژادگرایی، نه به مذهب، نه به ایدئولوژی‌های عجیب و غریبی که امروز ما می‌بینیم دیگه در کل. و یه موضوعی که خیلی مهم خواستم بهت بگم اینه که نمی‌دونم چند سال خارج از ایران هستی و اساسا تو ایران که بودی و بزرگ شدی چه کودکی داشتی، ولی اون چیزی که من تو ایران دیدم میتونم بگم که متاسفانه مردم ایران بیشترشون یا تعصب نژادی دارن، یا تعصب ملی دارن، یا تعصب مذهبی دارن و حتی ترکیب از اینها رو دارن. یعنی بهتون اینجوری بگم، اگر ما بخوایم ناسیونالیسم ایرانی رو نگاه کنیم، در حقیقت ترکیب شده از نژاد و مذهب. ببینید، نژاد همون توهم آریایی بودن هست، یکی نه،
و دیگریش مذهبه. مذهب چیه؟ مذهب همون مذهب شیعه است که همین آخونده و طرفداراشون در حقیقت تبلیغ میکنن و اونایی هم که طرفدار، حالا من نمیخوام بگم پهلوی، خب سرطرطر مشروط خواه و جمهوری خواه و هر چی که هست و خودشون اپوزیسیون جمهوری اسلامی میدونن، اینها معمولا میان زرتشت و دین مالی و امثال اینها رو در حقیقت با آریایی ترکیب میکنن، یعنی کامبینیشن خیلی خطرناکی رو میدن بیرون و دائما اینو تبلیغ میکنند. من خودم تو ایران بودم، باور کنید نفرت و انسان ستیزی که تو ایران هست رو من بعید میدونم شما تو بقیه کشورها ببینید. من از ترکیه هم یه جوری همینجوری هست متاسفانه. من ژاپن هم بودم و ولی در ژاپن چنین چیزی رو ندیدم. اتفاقا مردم ژاپن اگرچه مذهبی دارن به اسم مذهب شینتو، خب شاید هم در مورد ژاپن اطلاعات خوب هست، ولی اون تعصب مذهبی رو ندارند. بله یه مقدار نسبت به بقیه آدم ها بدبین هستند، چون بالاخره خب در کل فرهنگ کنسرواتیوی دارن، محافظه کارند، ولی باز هم به جرئت بگم وقتی من ایران بودم واقعا اون توهین هایی که به بقیه انسان ها میشه، جوک های قومیتی که ساخته میشه، طنز ساخته میشه، تو طنزشون به فرهنگ دیگه کشورها مثلا توهین میکنند، لباس کره ای میپوشه طرف مثلا زبان کره ای رو مسخره میکنه، نمیدونم اسم خارجی، اسم نام خانوادگی کشورهای حوزه بالکان رو مثلا مسخره میکنه تو طنزشون. حالا اگه یکی بیاد مثلا توی کشور خارجی مثلا فرهنگ ایران رو مسخره کنه یا نمیدونم مثلا زبان فارسی رو مسخره کنه، اینا بلافاصله تو تهران میرن سفارتش رو به قول معروف اشغال میکنن و پرچمش رو آتیش میزنن و سفارت آتیش میزنن، کاری که معمولا اینا میکنن دیگه. و اتفاقا تو این حوزه در کل اصلا ربطی جانچاری هم به حکومت نداره، کل ایرانی جماعت اینجوری بزرگ شده، توی توهم هست، توی یک نوع چه میدونم حقارت به سر میبره، همش سرشار از عقده است، باید عقدهش به اشکال مختلف خالی کنه. الان من اتفاقا توی همین کامنت ها دیدم که صحبت کردی و برنامه که داشتیم، متاسفانه مردم حرفای تو رو میخونن ولی دوست ندارن قبول کنن، یعنی یک نوع مقاومت هست در مقابل حرفات. نمیگم همه، یه بخش گسترده ایشون وقتی در مورد مذهب صحبت میکنی خب قالبشون باهات موافق هستن، ولی وقتی در مورد ملی گرایی و مثلا انسان ستیزی جماعت صحبت میکنی نه، میتونم به جرئت بگم 80-90% مردم همونایی که باهات مفاهیم مخالفت میشن. به خاطر اینکه این خواستم بهت بگم که مطلع باشی، حقایق ایران خیلی پیچیده در این هاست و معمولا خیلی زمان برای این مردم الان اصلاح پذیر نیستند، بعید میدونم تا 300 سال دیگه هم اصلاح پذیر بشن. ولی با این وجود خیلی ممنون ازت، تشکر میکنم بابت برنامه پخش کنی، بعد آرزوی موفقیت سلامتی دارم و امیدوارم که جمهوری بی خدایان راهش رو با قدرت ادامه بده و شاهد موفقیت های بیشتر باشیم. خیلی ممنون بابت اینکه به پیغام من گوش کردی، برات آرزوی سلامتی موفقیت میکنم، خداحافظ. خیلی ممنون. من فقط یه چیزی بگم، اون قسمتی که گفتی که اعتقاد به ملیت نداری، ببین من به ملت و ملت دولت خیلی باور دارم، خیلی هم برام با ارزشه، ولی تعصبی که شما گفتین تو قسمت دوم، بله اون تعصبه رو ندارم و از لحاظ کاربردی مفهوم ملت رو ما نباید، ملیگرایی معناهای مختلفی داره، ولی اگر منظور از ملیگرایی ارزش قائل شدن برای این، برای مفهوم ملت و برای کاربرد ملت و مرز به طور غیر تعصبی و بدون اینکه تقدس‌زایی بکنیم، اینو این اگه معنی از ملی‌گرایی این هست، اینو ما نباید بذاریم کنار، این خیلی خیلی کاربرد داره و خیلی هم مهمه. ولی اون ملی‌گرایی تعصبی و که خاک و مرز رو مقدس میکنه، اون بله مشکل داره. یه نکته دیگه هم درباره ژاپن بگم، ببینید شما درسته که ممکن تعصب مذهبی نداشته باشن، ولی خب ژاپن، فقط ایرانو انقدر نزنیم تو سر ایران یه جوری بگیم که انگار ایران از همه جاها بدتره، ما تعصب جاهای دیگه هم زیاد داریم، مثلا یکی توی هند داریم، تو همون ژاپنی هم که شما گفتین داریم، تو خیلی کشورها داریم. تو ژاپن ما تعصب مذهبی ممکن نداشته باشیم، ولی اونا هم به شدت نژاد ستیزی تو ژاپن هم رواج داره. شما نگاه بکنید مثلا نگاهی که به چینی، حتی به مردم کشورهای نزدیک خودشون دارن، به چینیا، به کره‌ای، این حساسیت اونا اونجا هم وجود داره. اصلا یکی از بزرگترین مشکلات ژاپن سر این نژاد ستیزیش هست، بخاطر اینکه مهاجرپذیر نیست و یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ژاپن الان اگه مهاجرپذیر بود میتونست حل بشه، ولی به خاطر نژاد ستیزی مردم ژاپن این راه حل الان براش باز نیست.
برای همین یه مقدار ما فقط مشکلات خود ایران رو نبینیم. نه البته ایران مشکلاتش نسبت به جاهای دیگه قبول دارم که خیلی بیشتره، ولی سیاسفید نکنیم جوری که بگیم انگار بقیه جاها این مشکلات اصلا ندارن. آرمین جان سلام، وقت بخیر. من از تهران صحبت میکنم. یه دو تا نکته بود در رابطه با این مسئله که در رابطه با این اتاقی که داشتیم. یه نکته اول این که اگه به نظر من افرادی رو یه نفر میاد به این منشور معرفی میکنه و اونها رو به قولی رد صلاحیتشون میکنن، اونایی دیگه قبولشون نمیکنن، که البته این مورد رو آدم رو یاد جمهوری اسلامی میندازه و شورای نگهبان و نظارت استصوابی و از این حرف ها. ولی انتظار این هستش که این افراد بیان توضیح بدن که چرا یه نفر وارد این به اصطلاح شوراشون نمی کنه، وارد این منشورشون نمی کنه. یعنی باید پاسخ باشن. از پاسخ دادن اینها هم میشه اون وقت نتیجه گرفت که طرز فکرها چیه، خط مشی‌ها چیه و چه جهتی رو دارن دنبال میکنن. بعد یه نکته بعدی هم این بود که شما گفتید هیچ انقلابی واقعا تو دنیا نیست که بدون حمایت دولت‌های خارجی به جایی رسیده باشه و از جمله انقلاب آمریکا رو هم ذکر کردیم. کاملا درسته، ولی شاید خودتونم متوجه باشین که دول غربی توی این 6-7 ماهی که از این اعتراضات معلوم ایران گذشت که هیچ وقت یه موضع درست حسابی و یه موضع خوب و رو راست و مرتب و در حمایت از مردم که بتونه کاری برشون بکنه اتخاذ نکرده. و به نظرم ما زیاد نمیتونیم به بعدی‌ها امیدوار باشیم. به هر حال ممنون از برنامه خوبت، خیلی لطف دارید که اینجور برنامه رو درست میکنید، ازتون تشکر میکنم. آره، من نکته اینه هست که مشکلی نیست که پول بگیرن از نهادهای خارجی، ولی بله بزرگترین نقد بهشون همینه که شفاف نیستن. اگه میامدن توضیح میدادن که از کجا گرفتن، چجوری داره خرج میشه، اون موقع اتفاقا ما خیلی میتونستیم بیایم دفاع بکنیم که آقا گرفتن که گرفتن دیگه، باید بگیرن، چقدرم خوب که گرفتن. ولی الان چون معلوم نیست که، یعنی بزرگترین نقد بهشون، حتی اگه نقدهایی هم به منشور بود، اگه مثلا روششون خیلی مؤثر نبود و کمک نمیکرد، خب میومد میگفتن که هم شفاف بود و هم نقدپذیری و قابلیت راههای اصلاح مثلا درش باز بود، تمام این اشکالات رو میشه پذیرفت. میتونیم بیام منشوره با اصلا سر تا پاش مشکل داریم، هیچ کدومو دوست نداریم، هیچ کدومو دوست نداریم، روش شما رو دوست نداریم، کسایی رو که قبول کردیم دوست نداریم، ولی میومدن میگفتن که خب بله ما شروع کردیم، شما بیاین به ما توضیح بدید، ما هم صحبت های شما رو میشنویم و اینجوری هم اصلاح میکنیم، این پولم از این نهاد و این نهادم این پولو گرفتیم، برای اینم میخوایم خرجش بکنیم. وقت تمام مشکلات رو ما میتونستیم ببخشیم دیگه، چون که ببینید که خب اول تازه شروع شده دیگه، راهش همینه، میخوانم بهترش هم بکنن. ولی بله بزرگترین مشکلش چیزی که تو منشور نوشته شده، بزرگترین مشکل اونا نیستن و بزرگترین مشکلش هم روشش نیست. روش هم حتی اگه بد باشه میتونه بهتر بشه. بزرگترین مشکلش همین نبودن راه اصلاح، یعنی که مشخص نبودنش و شفاف نبودنه. سلام آرمین جان، امیدوارم که حالت خوب باشه. من دیدم توی برنامه تو راجب تئوری توته خیلی صحبت میکنی. یه پیشنهادی داشتم، شاید بعد نمیشه یک جلسه ای رو بذارین مفصل بچه ها بحث بکنن راجب همین تئوری توته و مقایسش با برنامه ها و بازی های سیاسی، چون ما در جهان به هر حال یک سری بازی های سیاسی هم داریم، یک سری برنامه ها سیاست مدار رو دارن، بعضی وقتا یک سری بازی هایی را میفته. مثالش هم میتونم به مثال جنگ سرد رو بزنم، بازی بین شوروی سابق و آمریکا که یک سری بازی ها رو شوروی میکرد، یک سری رو آمریکا میکرد. بد نیست این به بحث گذاشته بشه که ما چجوری میتونیم بازی ها و برنامه ها رو بفهمیم بدون اینکه بریم به سمت تئوری توته. یعنی ما الان خیلی بحث ها مطرح میشه، مثالش هم مثلا خودت زدی، بحث گلوبالیست ها رو خیلی ها مطرح میکنن. حالا یک عده معتقدن که، حالا خودت میگی مثلا بحث یهودی ستیزی رو شش، البته دلیلت رو من متوجه نشدم، ولی خب یه عده میگن که خب یک سری سیستم هایی هست و یک سری بازی هایی داره راه میفته و دلیل هم میارن که یک سری بازی، یک سری قشنگ معتقدن که اینها برنامه است.
یک سری پلان های سیاسی پشتشه، یکی دارم میگن نه اصلا کلا توری توت هست، یعنی همه رو توری توته میبینه. چجوری میشه این دوتا رو تفکیک کرد؟ فکر میکنم لازم باشه یک برنامه مفصل گذاشته بشه و تفکیک درستی بشه بین بازی سیاسی، پلن های سیاسی و تئوری توته. مرسی. بله پیگیرش هستم که این برنامه رو حتما بذاریم. حالا میخواستیم یه مهمونم برای این داشته باشیم، مرسی دارم، میخواستیم دعوت بکنیم که در برای این موضوع برنامه بذاریم. الان بچه ها رفتن دنبالش که اینو که بیارن مرسی در بالا، من نمیدونم چرا تا حالا نشده، حالا منتظرش میمونم که ببینم جواب چیه. ولی خب اگرم نتونستیم با مهمون، من خودم این برنامه رو میذارم. منم یه مقدار کمک احتیاج به کمک دارم که من خیلی از مهمونایی رو که میخوام بیاریم و شما کمک بکنین، بقیه‌تون برید بهشون بگین که بیاین تو جمهوری به خدایان بیاین، که من اینکه ما همجوری سخت مهمون گرفتن کار سختیه. اگه بتونین روی آدمایی که دوست داریم تو برنامه بیان که در این موضوع صحبت بکنن، آدمای که مطرح هستن، براشون پیغام بفرستین که چرا تو مثلا بیاین، مشتاقیم که شما رو بیاین تو جمهوری خدایان ببینین که با آرمین برین بحث بکنید. این به ما کمک میکنه، چون این بحث تئوری توته تخصصم لازم داره. البته خب ما میتونیم مقاله زیاد در برین هست، ما میتونیم بیان بررسی بکنیم، ولی خب فکر کنم جذاب تر میشه اگه مهمون متخصص در برین داشته باشیم. ولی بله پیگیرش هستیم، این اتفاقا خیلی چیز مهمیه برای اینکه واقعا توهم تئوری توته توی جامعه واقعا رواج پیدا کرده و یه مقدارم جایگزین عقاید دینی داره میشه، برای اینکه مردم احتیاج دارن که احساس بکنن که یک رازی رو کشف کردن و یه قسمتی از یک توطئه بزرگی هستن یا که علیهش هستن. اینا یه سری چیزایی هست که یه نیازهایی هست که دین ارضا میکنه و وقتی که مردم نسل جوان از دین کنار میکشه، دنبال یه سری چیزای دیگه میگرده که این نیازها رو ارضا بکنه و این الان توهم تئوری توته یکی از اونها هست که ما باید یه جوری بهش جواب بدیم. آرمین عزیزم سلام، مرسی از برنامه خوبت. من هم چون تو رو خیلی دوست دارم، هم شاهینو، خیلی خوشحال شدم که یه ویدیوی شاهینو رفتی. البته متاسفانه شاهین چون کم چرت و پرت میگه سخت گیر دادن بهش و میدونم کلا تو هم دنبال ویدیوهایی هستی که بتونی گیر بدی، ولی اینجا به نظرم یکی دو بار هم مغلطه شیب لغزنده رو کردی هم مغلطه مرد پوشالی، چون که اصلا شاهین مثلا میگفتش که ما باید بیشتر نگران ایران باشیم تا نگران غزه، بعد تو اینو میومدی میگفتی که آها یعنی ما جان انسانهای دیگه باید به تخممون باشه، فقط جان ایرانی ها مهمه، فقط خون ایرانی ها رنگین تر. اینا چیزایی که تو داشتی میگفتی، اینا رو اصلا شاهین نمیگفت. یه نکته من اینه، یه نکته دیگه هم اینه که یه سری نقلات راجع به حرف شاهین که میشه برداشتای رادیکالی ازش کرد بعضی موقع درسته، ولی طبق شناختی که من از شاهین دارم و شاهین یه همیشه یه تمرکزی هم روی این بچه بسیجی ها و این هواداره نظام و یعنی باید ببینی خب مخاطبت کیه دیگه، داری برای کی صحبت میکنه. خب معلومه مخاطبت وقتی آرمین نوابی باشه تو این حرفو بزنی میزنی تو دهنه، ولی برای یه سری اینایی که نمیدونم راه قدس و فتح قدس و بیت المقدس و این کد چرا برایشون مهمه، بد نیست اینجوری صحبت کردن. حالا اینم شاید نیت خونی منه میفهمم، ولی به خاطر شناختی که من از شاهین دارم فکر میکنم یه موقع هایی که اینجوری حرف میزنه بیشتر هدفش ایناست، ولی اگه هدفش اینا نیست و داره با همه حرف میزنه خب بعضی جا اشتباه و میشه تعبیرهای رادیکال از حرفش کرد. مرسی از برنامه است. فقط یه نکته دیگه اینی که یه سری حرفایی هستش که راجع به ملی‌گرایی میزنن، این میلاد زیاد توی برنامه تو اینا رو میگه، حرفاییه که علی ابراهیم‌زاده و اینجور شخصیت هم توی توییتر و اینا زیاد میزنن. لطفاً بپرس ازشون وقتی این ادعا رو میکنه کی اومده از ایران شهری و اینا دفاع کرده، الان کدوم مثلا مشروط خواهی یا کسی که مثلا پهلوی دوسته میاد میگه که ما باید بریم عراق و افغانستان رو تصرف کنیم، کی هم چی حرفی زده، کی جز تمامیت ارضی حرفی زده. اینا خب دارن دروغ میگن دیگه، وقتی دروغ میگن واکنش نشون بده. تو که میدون تو الان مشروطه خواهی میشناسی که بیاد بگه ما مثلا باید بریم قبرس رو بگیریم چون مال هخامنشیان بوده قبرس، خب اگه میفهمی دروغه واکنش باید نشون بدی به نظر من، اگرم نمیدونی که بیا باید بدونی دیگه، این در این حد باید بدونی. دمت گرم.
ممنون از شما. ببینید شما دقت نکردین تو برنامه اون جاهاییشو که فکر کنم چون شاهین رو خیلی دوست دارید نمیدونم البته شاید هم نیت خونی میکنم من اینو پس میگیرم، ولی ببین دقیقا اون جاهاییش که داشت میگفتش که ایران باید مهمتر باشه برامون از غزه، به خاطر من میامدم از این دفاع میکردم، نه به خاطر اینکه ایران یا برترن از مردم غزه، به خاطر از لحاظ کاربردگرایی من دقیقا اومدم حواسم بود که اونجاها بیان بگم این حرفش درسته به این دلیل، حالا خودش هم تازه دلیل نمیداد من دلیلش رو میگفتم. یکی این، ولی نه اونجاهایی که شما میامد میگین که اینو نگفت و من دارم مغلطه مرد پوشالی میکنم، ببین دقیقا اینو داشت میگفت که یعنی میگفت این میگفت کشته شدن آدم ها روی ما تاثیر نباید بذاره، خب احساساتی نباید بشیم، اینا احساسات اهمیتی توی سیاست نداره و چندین جای دیگه هم الان درست باید برم نگاه بکنم، ولی دقیقا یادمه یه جاهایی دقیقا جوری میگفت که انگار اهمیتی ندارن اونا، فقط ایرانی ها مهم هستن و ما نباید اهمیتی داشته باشه برامون. من نگفتم نمیگم بیا کاری بکنیم برای بقیه، ما نه خب ما میتونیم تمرکزمون رو بذاریم رو ایران، ولی اون جاهایش که دقیقا داشت اشاره میکرد که نباید اهمیتی داشته باشه، من گفتم حالا حتی اگه برای اونها کاری هم نمیکنیم بذار اهمیت حداقل تو ذهنمون داشته باشه، به خاطر اگه به خاطر اونها هم نباشه به خاطر انسانیت خودمون که این انسانگرایی رو تو خودمون از بین نبریم، حداقل متاسف بودن احساسی شدن این کاربرد داره. من دقیقا این دوتا رو از هم جدا کردم، اینکه اونجایی که میومد میگفت تمرکز رو بذاریم روی ایران و ایران برامون مهمتر باشه رو من قبول کردم، اون جاهایی رو که شما میومد میگفتش که اونها نباید اهمیت داشته باشن که شما میگید اینو نگفت که دقیقاً چندین بار این رو گفت که شما دقت نکردین، من اونها رو میامدم نقد میکردم. برای همین یه مقدار سعی کنیم، حالا شاید تعصبی باشه چون شاهین رو من میدونم، شاهین خیلی آدم دوست داشتنیه، منم دوستش دارم، خیلی هم کاراش رو قبول دارم و این دفاعی هم که دارین میکنی که یه مقدار شبیه مالکشیه که میاد میگی که اون اینو داره به اونها میگه به ما نمیگه، بابا جون ویدیو رو گذاشته تو پابلیک برای همه، پس اکثر مخاطبینش هم براندازن، یعنی چی اینو برای اونها گفته؟ شاید برای اونها گفته اونها اینو لازم دارن بشنوه، این داره تأثیری که بیشتر میذاره رو قشر براندازه، این خیلی دیگه چیزه، یعنی دفاع بی جایه به نظر من. آها بعد یه جای دیگه میگی که من شما به من داری میگی که اینو باید بدونی که کدوم مشروط خواهانی هستن که میان میگن برین قبرس و اینا رو بگیریم، این توی جریان ایران شهری اینا وجود نداره. داره، یعنی چی وجود نداره؟ من خودم شنیدم، شما مثلا که نشدیدید، اکثریتشون اینجوری نیستند، اکثریت غالبشون اینجوری نیستن، ولی اینکه بگی این وجود نداره خب پس شما ندیدید، بلکه من خودم مستقیم شنیدم این حرفو زده میشه. البته بگم من قبول دارم که خیلی کمه، ولی لطفا نگی که هم چیزی اصلا وجود نداره. آمین راستی یه چیز دیگه هم خواستم میگم، یادم رفت تو وایس قبل. ببین اینی که تو مثلا هی میای در مقابل ملی‌گراها میگی که مثلا اونا میگن که ما باید الان اینجا به خصوص شاهین مثلا میگه ما خب ایرانی باید بیشتر دغدغه ایران رو داشته باشیم یا فقط دغدغه ایران رو داشته باشیم و فلان اینا، بعد تو هم همین نظر رو داری که یعنی بیشتر تمرکز اولویت با ایرانه، فقط تو میای اسم کلمه کاربرد رو میاری. خب این برداشت من ها، تصحیح کنه یا دارم غلط فهمیدم ازت، تو میای اسم کلمه کاربرد رو میاری بعد یه سری کاربرد هم میگی براش، میگی آره درسته ولی نه به خاطر اینکه خون مردم رنگین تره. خب ملیگراها هم نمیگن ما چون خونمون رنگین تره، این اصلا واضحه، این یه چیز واضحیه که هر کسی که هر ملیتی داره به خاطر اینکه شناخت بیشتری از بافت اون منطقه داره، از فرهنگ اونجا داره، از تاریخ اونجا داره، پیشبینی بهتری که از آینده اونجا میتونه بکنه، به کشور خودش بیشتر میتونه خدمت بکنه، این خیلی واضحه. بعد این دلیل نمیشه چون ملیگراها اینو نمیان بگن یا اصلا نمیدونن، بهش شاید آگاه نباشن، صرفا به خاطر علاقه شون به کشورشون باشه، بیان بگیم که پس اینا دارن فکر میکنن که چون ایرانیا خونشون رنگین تره یا مثلا ایرانیا اشرف مخلوقات. نه، کسی همچین فکری نمیکنه، اصلا کسی همچین فکری نمیکنه، یعنی کسی که اکثریت، من فکر نمیکنم آدمو این تو ذهنشونه اینا که ملیگران، فقط تو میای همینو بازش میکنی، کاربرد براش میگی، اسم و کلمه کاربرد رو میاری، فهم میکنی تو نگاهت کاربردگرایانه است ولی اونا نگاهشون تعصب کورکورانه فلان بیساره. الان خود شاهین نه تنها ایران بلکه به نظر من
اگه بخواد کار سیاسی انجام بده، کار رسمی تو بعد از انقلاب ایران انجام بده، بیشتر به درد گیلان میخوره تا خوزستان. حالا من اینو اگه توضیح نیام بدم، معنیش اینه که به نظر من گیلانی ها نژاد برتری از خوزستانی ها، نه، به خاطر اینکه شاهین گیلانو بهتر میشناسه. چه میدونم اگه بحث موزیک باشه، موزیک محلی خودشو بهتر از موزیک محلی عرب خرمشهر میشناسه. واضحه، این اصلا نیاز به گفتن نداره. این معنیش اینه که من فکر میکنم عرب خرمشهر آشغال مثلا گیلانیه خیلی آدم حسابیه، پس باید گیلانیه رو مثلا، نه، شاهین اونجا بیشتر کاربرد داره. ممکنه آرمین توی یه بحث دیگه توی سیستان بلوچستان کاربردش بیشتر باشه. خب این معنیش این نیست که من میگم اون برتری به اون داره، اینو خواستم بهت بگم. خب من نمیدونم شما چجوریه که اینو ندیدید بین بعضی از ملیگره ها که به شدت اینجوری هستن، ایرانی ها رو ذاتن برتر میبینن، اصلا نژاد آریایی و این چرت و پرت ها رو همیان بحث میکنن. من نمیدونم شما، من مگه گفتم همه ملیگره ها اینجوری هستن که شما دارید میاد به من این نقد رو میکنید؟ من خودت اتفاقا من که کلیگویی نکردم، شما این که دارین کلیگویی میکنین. شما الان میام میگین که کسی این حرف رو نمیزنه. واقعا شما فکر میکنین کسی این حرف رو نمیزنه؟ حالا شما میگین شاهینی رو نگفته. خب بله، من نگفتم شاهینی رو گفته، ولی شما وقتی میگین کسی همچی حرفی رو نزده، یعنی شما اینو تو ملیگراها ندیدید که برتری خودشون رو، برتری اصلا نژاد ایرانی و آریایی و عرب ها رو میان که حرفای زشتی میزنن علیه عرب ها و نژاد ستیزی هایی که وجود داره؟ یعنی واقعا به این آگاه نیستید که این برتری ذاتی رنگین تر بودن خون ایرانی رو بین بعضی از ملی، بازم من میگم، حالا حتی نمیگم اکثریت، هی دارم حواسم هست که بگم بعضی از ملیگراها، پس لطفا نگین کسی هم چیزی رو نمیگه. پس شما آگاهی ندارید، اینکه شما ندیدید یا آگاهی ندارید که از اینکه این وجود داره توی قشری از ملیگراها، به معنای عدم وجودش که نیست که. حالا من آماری که وجود نداره، برام این حواسم هست هی بیام بگم بعضی و نگم اکثریت، یا حتی من حتی نه تنها نمیگم اکثریت، حتی نمیگم خیلی، ولی اینکه شما بیان بگین کسی همچی چیزی رو نمیگه، این واقعا یک خیلی مطلق گرایی غیر منطقیه. سلام آرون جان، میگم این که هزار تا صفت به خدا میبندن و نمیدونم فلان و بیست و همدان و همه چیز فهم و از این حرف هاست، تا حالا ندیدم کسی اینو از وشم سوال بکنه. خیلی از خدا باورا، خیلی از شیعه، اکثر همه شیعه، پس چرا ختنه میکنن؟ مثلا فکر کردن خدا کارش درست نبوده، یا مثلا اینجاشو نتونسته خوب درست کنه، طی هزاران سال هم نتونسته دوباره پی ببره که این کارش اشتباه و از این صحبت ها. یه سوال ازشون بپرسه بودم این قضیهش چیه، چرا ختنه میکنن؟ بله، به این موضوع ختنه توی برنامه‌های انگلیسی جمهوری بی خدایان ما دربارش و سکلوجادست ما دربارش زیاد صحبت کردیم. من نمیدونستم این موضوع، برای من این موضوع خیلی مهمیه، برای اینکه من احساس میکنم که خیلی متوجه نیستن که این یکی از بزرگترین جنایت‌های رواجدار توی جهانه. و الان من دیدم الان دو تا پیغام درباره این موضوع برام اومده، من نمی‌دونستم که این موضوعی هست که توی بین مخاطبین فارسی هم میتونه براشون جالب باشه. اگه این واقعا براش تقاضا زیاده، من خودم خیلی دوست دارم اینو بولد بکنیم تو برنامه هامون، ولی منتظر میمونم ببینم آیا بیشتر مردم درخواست میدن یا نه.